چطورتون؟ عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومد به ویدیو جدید با صندلی جدید که البته احتمالا توی ویدیو بعدی بهتون توضیح بدم که جریانش چیه. یه سورپرایزیه که بهتون میگم. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه سری ویدیوهای سم، مریض و کثافت. نیما رفیق شفیق بنده که ویدیو رو برام میفرسته بهم یه توضیح اجمالی در موردش داد و پشمام ریخت و قراره یه ویدیو بسیار سمی رو با هم سپری بکنیم. امیدوارم که زنده از این ویدیو بیایم بیرون. یه ویدیو مشابه داریم که این ویدیوه. بعد از این ویدیو بهتون ساجست میشه برید ببینید، به شدت سمه و این از اون سمتره. قبلش یادتون نره حتما ویدیو رو لایک بکنید. خیلی بچه‌ها بهم انرژی میده، خیلی بهم کمک میکنه. اگه اون دکمه سابسکرایب نزدید اون دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگولش روی آل بذار که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده که نیما تکیدو ویدیو گذاشته. بیا ببینی. بریم سراغ ویدیو. میخوایم آینده‌تون رو پیش بینی کنیم. این ویدیو قراره یه چیزهایی رو در مورد خودمون بفهمیم و بدونیم که خودمون هم نمیدونستیم. خیلی جالبه نه؟ و در مورد یه کسایی چیزهایی بدونیم که باز هم خودشون هیچی در مورد خودشون نمیدونستن. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. میخوایم بدیم فالمون بگیره. فالمون بگیر و ببینید چی میگی. ببینیم آیا بازگشت داره پارتنر احساسیتون یا هر کی که مد نظرتون بازگشت داره. به امید خداش رو کنیم. خیلی خوب افتاده، میتونه حتی به ازدواجم کشیده بشه. به به خیلی خوب افتاد. این آقا نمیتونه ولت کنه، خیلی دوستت داره. الان مثلا یه ویدیویی که داره عمومی فال میگیره، یعنی فقط با من نیست بچه، با شما هم هست. داره میگه که اکستون داره چه فکری در موردتون میکنه، آیا بازگشت داره یا نه. خب ظاهرت باشه، اخلاقت باشه، مثلا یه چیز خیلی خاصی که داری خیلی دوستت داره. خب بچه‌م میبینم، فقط یکم زمان بده تا آقا برگرده. باید رهاش کنی تا بهت برگرده. خب در کل خیلی عالی افتاد. الهی آمین. الهی آمین. یه دقیقه بایسته ببینید جملاشو از اول مرور بکنید. ببینید گفتش که آیا برمیگرده یا نه، که گفت برمیگرده قطعا. ازدواج میبینم، بعد بچه میبینم، بعد بهش زمان بده. بابا آدم اکس شد، صد تا پشت خوار مادر میده باش ازدواج کنه، با تازه یارو از اکسش جدا میشه که اشغال کنه، بدونه چه سگی از زندگیش رفته بیرون. بهت برمیگرده، میخواد صد سال سیا بر نگرده. بعد من مردم، یه آقایی بیاد تو زندگی من گو بخورم. بچه ها اینجا که مشخصه خیلی قراره سمتر از چیزی که فکرشو میکردم باشه. سلام. سلام. ویدیو مال کساییه که خیلی وقت کات هستن. ببینیم که کیس عاطفیشون بهشون برمیگرده. اسمشو سه بار توی ذهن تکرار کن، ببینیم برگشت داره. دارم میبینم کسی برای رابطه شما دعا و تلس میزده که رابطتون به هم خورده، ولی 100% کیس عاطفی دوست داره به سمتت برگرده. یه دقیقه وایسا، ما با این کارتا بازی میکردیم حاجی، اصلا همونه، اون کارتای بازیه. این من ریدم تو آیندم که تو با این کارتای بازی بخواهی پیش بینی کنی، بعد اینو الان داری با همه صحبت میکنی. یعنی الان 60,000 بازدید خورده، 60,000 نفر تلس نفتر زندگیشون با اون عکس. بعد یه یارو که رو اسب نشسته و یه دست خر دستشه، اون نشان دهنده اینه که برمیگرده. چه جوری اون نشان دهنده اینه که برمیگرده بهت؟ چی نوشته؟ کات شده ها، دوستانی که خیلی وقت کات هستن، سینگل به گورن داستانا، عدد 199 رو حتما کامنت کنی. ناموسن هنی الان مثلا کسی رفته 199 کامنت کرده. 199 انشالله برگرده. 199 199 خدا شکرت ممنونم از این فال قشنگ. 199 What the fuck، همه 199 کامنت کردن. برمیگرده، جامعشکو بهت تقدیم میکنه و بهتون قول میدم تا یک وعده دیگه به شما دوباره پیشنهاد دوستی میده. یعنی چیه وعده دیگه؟ قول دادی ها. ببین یک وعده دیگه نمیدونم چیه، ولی قول دادی یه وعده دیگه بیاد. سلام دوستای خوشگل آدری، امیدوارم که حال احوالتون عالی باشه و ایام به کامتون باشه. امروز اومدیم با یه پست که ببینیم آیا کیس عاطفی من برگشت داره. دیگه خسته شدم از بلا تکلیفی، دوباره بزن رو صفحه و برای تحقق عدد 444 رو برای من کامنت بکن. برای تحقق قوق 444 کامنت. بعد همشون هم زدن تو کار این که کیس عاطفی من برمیگرده یا نه. میخوام برنگرده.
من گو بخورم بخوام برگرده. اصلا شما خودتون دوست دارین الان اکستون برگرده؟ الان تو کامنت ها به من بگین آقا منم فقط نمیخوام برگرده یا خودتونم نمیخواید برگرده. با همه کامنت ها چهار تا یکی 770 من ادیتور خواهش میکنم اینا رو نشون بده. 770 نمیشه یکی داداش 444 عدد هر چی بیشتر تحقق بیشتر. تحمید زدن 400 what the fuck یعنی واقعا به اینا اعتقاد دارن؟ ببین دوست عزیزم تارو داره بهت میگه این شب اصلا دوست نداره شما از لحاظ حاجی به قرآن این کارت بازیه میگی نه آقا میگی نه اینجا نگاه کن این جایی که مسترم میزن روش زده 6 سکه امتیازی بازیش من خانه اومدن زدن 444 تو کامنت ها پافیوز من ریدم تو اون تولید محتوا برای خوشحالی هر کاری میکنه الان یه مقدار پشیمونه چی نوشته الان بالا چی نوشته پایینش مثلا اسم شاهزاده اون بازی رو نوشته زده امیر اوتور آقای سنگ اندازی میکنه توی رابطه زیر گوش آقا یک دوستی داره میخونه که بخواد تو رو ول کنه یا بخواد در واقع ازت سرد بشه ولی این شخص شما رو دوست داره بهت علاقه داره دلش خواست سمتت قدم برداره رسیدن یک خبر پیغام تمام از سمت ایشون شما دریافت میکنی هارو داره بهت میگه که این شخص بهت بر میگرده این اکثر دیدین خدا یعنی این داره با بازی آینده مردم رو پیش بینی میکنه آینده 20,000 نفر که دارن این ویدیو رو میبینن پیش بینی میکنه بعد هر 20,000 نفر هم دارن این ویدیو رو میبینن و 444 کامنت میکنن برای تحقق من ریدم تو اون تحقق بریم ببینیم کسی که رفته بازگشت داره یا خیر دو بار بزن روی صفحه و عدد 3000 رو کامنت کن تا انرژی های ما همخوانی پیدا کنه چرا یکی میگه 444 یکی میگه 700 خورده یکی میگه 3000 با یه عددی به تفاهم برسید همونو ادامه بدین دیگه فال داره میگه این روزا به کارایی که در حقتون کرده خیلی داره فکر میکنه و ناراحته در ضمن برای عده‌ای دخالت اشخاص توی رابطه دیده میشه دوست داره بیاد و همچنان بهتون علاقه داره دوست داره بیاد و بهتون دوباره بکنه بذاره درتون بره بکنه ممکنه کیس احساسی در حال حاضر سفر باشه به زودی تا دو وعده دیگه از سمتش براتون خبر میاد یعنی چی دو وعده دیگه؟ کسی میدونه این جرن وعده چیه؟ بچه ها الان همه فعالا گفتن که کیس احساسیتون برمیگره دقیقه همین ویدیو رو الان بذارین به این که دوست دارین کیستون برگرده بریم بعدی ببینیم بعدی چی دیده برامون صبر کن رد نکن من فرشته فراوانی هستم به زودی یک ثروت بی پایان از خداوند دریافت میکنی برای تایید بنویس آمین و این پست را ذخیره کن چی میگی؟ چی میگی؟ فرشته فراوانی؟ فرشته فراوانی چیه؟ بعد گفت کامنت کنید آمین نوشته من لایق بهترین ها هستم خدایا من بهت اعتماد کامل دارم یا اله لال شکر این نوشته الهی آمین یا رب العالمین الهی آمین یا رب العالمین کپی پیت کرد الهی آمین یا رب العالمین الهی آمین یا رب العالمین الهی آمین همم نوشتن آمین 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 اینایی که خب تو اینستاگرام من نمیدونن این هوش مصنوعیه پستم لایک نکنی به مرادت نمیرسی ببین حواست باشه و بفرست برای 100 نفر از دوستات بعد میگه من 100 نفر دوست ندارم میگه پس تو به مرادت نمیرسی درود به همراهان عزیزم نیت کنیم ببینیم حس و حال طرف مقابلمون نسبت به ما چیه حس و حال طرف مقابلمون نسبت به ما یه سری بدگویی ها یه سری حسادت ها توی رابطتون دیده میشه ولی شما رو آدم دلسوزی میبینه تو الان چجوری از روی زنی که روی یه اسب مشکی با یه کلاه مشکی فهمیدی منو دلسوز میبینه توی رابطهش احساس انگاری که مثلا 5% از انرژیش باقی مونده باشه یه جوری احساس خستگی میکنه ولی در کنار شما فقط احساس قدرت میکنه این خانم خیلی دیگه کارش درسته از روی کارت نمیگه قشنگ داره یه جمله رو واسه خودش میگه همینجوری میگه اینا همینجوری کارت هم داره برمیداره آره مردم خیلی دوست دارم بدونم از مخاطبای من چند نفر به یه همچین بال و تاروت و اینا اعتقاد دارن ممنون میشم بیاین توی کامنت ها به این بگین واقعا اعتقاد دارین ببینید بعضی ها اصلا واقعا تو فامیلمون هم به فال و اینا اعتقاد دارن اوکی ولی این که بیای جلوی فضای مجازی برای 100,000 نفر یه بال بگیری خب این واقعا دیگه چرت و پرت دیگه یعنی نمیتونه ادامه بده از طرفی هم میدونه اگر شما رو ول کنه خب کلا از بین میره این
انرژیش. بعضی وقتا فکر می‌کنی رابطه به یه جای خاصی نمیرسه، یه ثبات خاصی نداره، ولی از طرفی اصلا نمیتونه از شما دل بکنه، یه جوری وابستگی داره، دو قطبی داره یارو، شما رو دوست داره ولی انرژی نداره، با شما انرژی داره ولی نمیتونه، میخواد ولت کنه ولی نمیتونه. زنگ بزن تیمارستانی جای بیان برش دارن ببرنش، اصلا به درتو نمیخوره. تا آخر مرداد ما برای چیزی که دعا کرده بودی جا باز کن، چون اجابت شده و به سمت تو در حال حرکته. جا باز کن واسهش که داره مستجاب میشه. الان چند مردادیم؟ اینجا ما بنویسیم آمین که یه وقت نره تو یکی دیگه، بیاد بره تو خودمون. در سه روز آینده یکی از این اتفاقات براتون پیش میاد. بیا اسلاید بعدی. هوش مصنوعی AI، یعنی مدیر عامل AI داره خشاب خشاب شیاف میکنه تو خودش. بیا اسلاید بعد. قبل از اینکه ورق بزنی اول پست رو لایک کن، ذخیره کن، بعد نیت کن. خدای اینا چیه؟ بچه‌ها براتون فول قهوه میخوام بزنم ترکیبی، ببینیم چی میگه. سلام، وقت بخیر، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. تکنیت قهوه برگشت در خدمت شما دوستان گلم. اصلا خیلی درخواست داشتم امروز. میشه گفت که حس احساسی شما اسمش علی یا علیرضا یا حمید رضا یا امیر یا مهدی یا حمید یا علی رز... علی خالی یا عین الف ر م دال الف ب پ ت س ج م چ ه خ د ب کدوم اینا رو بالاخره داره؟ چقدر این فعل درسته. علی واقعا به نظرم که خیلی محدوده، یعنی امکان نداره ما تو زندگیمون یه علی نداشته باشیم. این آقا سر به هوا، بی خیال تعهد توی رابطه نداره، اخلاق رفتار رو بچگانه داره. 4 وعده است که بین شما فاصله و سرگی. وعده یعنی چی؟ اگر بلاک هستی از وعده 7 از بلاک در میای و بین شما دوباره رابطه اوکی می گوه نخور. یه لحظه چقدر سریع حرف میزه، قشنگ معلومه یه متنی اینجاش گذاشته داره این گاو میخونه میره جلو. بعد بلاکی درت میاره، بعد اونجا نوشته که بلاک اوکی، نوشته واو مو به مو درست فاک. نوشته دمت گرم خدایا، مو به مو درست، نیاز به گفتن نبود، فقط وعده 7 نزدیکه یا دور. واقعا این وعده رو من باید بفهم یعنی چی وعده. سلام به عزیزای دلم، حالت دلت خوب باشه، کیفیت خوب باشه، نگاه گرم خداوند بر زندگیت باشه. بیا پیغام عشقی احساسی بهت بدم، ببینم کی الان داره بهت فکر میکنه، چه ارتعاشی رود داره و چه فکری میکنه. بریم یه ذره کنکاش کنیم ببینیم این عشقها به چی فکر میکنن. بیا بیا ببین. آه وای 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 وای. بیا. آی 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 آی. دوستت داره؟ فرشته های الهی افتادن، میگه برای فرشته رافائل شمع روشن کن، چون فرشته رافائل فرشته بهبودیه. من اصلا کسی تو زندگی شمع روشن کنم واسه فرشته؟ انگیزه زندگیشی قطعا. تا 2 وعده با این آدم دیدار گفتگو برات پیش میاد که برات خوشحالی داره، تو مثل یک شانس در زندگیش میمونی. من تر زدم به اون زندگی که انگیزه زندگیش دیدن منه. خواهر و برادر عزیزم، این فال واسه شما هم هست. الان یه نفر عاشقتونه، برید شمع روشن کنید واسه فرشته کاکارفیدت. امشب پولدار میشی، امشب به حاجتت میرسی، امشب بخ... امشب دعات اجابت میشه. خیلی دقت کنید، توجه کنید. شب شهادت بابا حوایج حضرت عباس، این دعا رو امشب همراهت داشته باشی، شک نکن حاجتت اجابت میشه. ما هممون مسلمونیم، حالا یه سری اعتقادات داریم، ولی قیمه ها رو اینا ریختن تو ماستا. امشب چه شبی همه مراد. خدایا یه فال قهوه دیگه هم داریم واسه تون. دوستان عزیز نیت کنید، یک فال احساسی در خدمت شما هست. چرا همه احساسیه؟ من نمیدونم تو احساسات ریدن مگه؟ دیدار ملاقات عاشقانه رو داره به شما نوید میده، همونطور که میبینی قلب در نلوکیمون نقش بسته عزیز دل. اصلا هم ساختگی نیست عزیز دل. توی دنیای مجازی شما رو بلاک کرده بود، از بلاکی در آوردن برای آقا ناموسا. یعنی که شیاه پنسیلین کپک توی قهوه چجوری بلاکو تو میخونی؟ اصلا موقعی که فال قهوه بوده بلاکی وجود نداشته. من ناراحتیم از اینه که این همه پستا رو لایک و سیو و کامنت میذارن. اصلا من به یه چیزی دقت نکردم بچه ها، فال قهوه مگه شخصی نیست؟ قهوه رو میخوره طرف، بعد برمیگردونه روی نلبیکی میذاره رو میز، حالا مثلا فال میخونه. این قهوه رو الان کی خورده؟ عشق ریختی گریه کردی عزیزتان؟ اونو کج میکنی داره عشق میریزه؟ اون عشقیه؟ از کسی که میمون نون هم توی
اسمش داره. نیمات کیدو هم دیدار ملاقات عاشقانه 100% بهتون قول میدم پیش رو دارید. What the fuck. سلام به عزیزای دلم، حالت دل خوب باشه، کیفت خوب باشه، نگاه گرم خداوند بر زندگیت باشه، انرژی تو با مرجان و کارت ها همسو کن. از شنبه تا جمعه چه خبره؟ امی که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم شنبه است. ببینیم تا آخر هفته چیار داریم. خدا میگه مراد داری، حاجت روایی داری، برای دی از عزیزان بارداری میبینم، خبر خوش بارداری برات هست. تو این هفته باردار شیم. بارداری پروسه 9 ماهه است این هفته که قطعا هیچ بنی بشری نمیتونه باردار شه. شخصی بهت برمیگرده، ارتعاش یک آقا که جذاب، هات، خوشگل، خوش هیکل، پوست گندمی داره. اگه مردی که دیگه واقعا اشهد تو بخون، اگه دختری خوشحال. این با منم بود در اصل، یعنی خیلی خطری شد داستان. توی این فال با کمک گرفتن از نمک و تاروس میخواییم به تمام مسائل بپردازیم. تاروتتون رو بکشیم. خب من اینجا دارم میبینم که شخصی توی کارهاتون بهتون کمک میکنه و تا روی روال افتادن کارهاتون تنهاتون نمیذاره. این شخصه کجا داری این رو میبین و ما دخالت نمیکنم. بله بفهمی. امروز ممکنه که طرف مقابلت بهت یک چیزی بگه که برات ناراحت کننده باشه. تن به بحث و مشاجره نده اصلا و با صحبت طرف مقابلت رو قانع کن. طرف مقابلم کیه؟ من چرا دشمن فرضی واسه آدم میسازی؟ من طرف مقابل ندارم. در این حد سینگلا بچه ها، یعنی به عمق فاجعه پی ببرید که من طرف مجاور و مقابل و همراستا هم ندارم حتی. خب بریم برای انگشت زدن به نمک. اگر مادر هستید و دختر دم وقت دارید، باید بهتون بگم که به زودی شرایط ازدواجش مهیا میشه. الان روی انگشت زدن روی نمک فهمید که قرار ازدواج کنیم. دخترای عزیز قرار ازدواج کنن. حالا قصه قهوه رو بگیریم. قهوه یه سری رگه هایی داره، میتونیم مردم رو خر کنیم، بگیم آقا این فال قهوه. انگوش زد رو نمک، بعد نمک هم هیچ حرکتی. سلام، حالتون چطوره؟ مرسی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگیتون با مراد دلتون باشه. اومدیم و تکنیت ورق بچه های شمع اربعین، نامهی به فرشتگان، باطل و سر، 12 تا نیت به نیت خودتون با تفسیر، 270 میتونید ثبت کنید برای انرژی درمانی و ارتعاش قوی جهان هستی. بچه فهمیدین چی گفت؟ یا فقط من نفهمیدم؟ ناموسن اگر نفهمیدین بگید، من دارم نگران خودم میشم. من خیلی چیزا رو نمیفهمم تو این ویدیو. با من نیت کن بریم ببینیم ورقمون چی میخواد بگه. میگه سردرگمی بلا تکلیفی، اعصابت به هم ریخته، تلفنی ناراحتت میکنه. تو الان از سرباز دل فهمیدی تلفنی یه چیزی داره ناراحتم میکنه؟ دقت کنید یه لحظه، قبل از اینکه برقو نشون بده حرف میزنه. عقد و ازدواج برای مجردی، توی چارچوب خونت شادی داری، معامله پر خیر و برکت میکنی، تلفنی که خوشحالت میکنه، احساسی شادی داری، از جانب خداوند دو تا راه برات داره باز میشه. دقت بکنید، یعنی بزنید ویدیو رقب قشنگ متوجه میشه. با سرباز دل فهمید که تلفنی منو ناراحت میکنه، با شاه پیک فهمید یه تلفن خوشایندی دارم. چقدر اصول و منطق توشه میبینین؟ دو تا سند مالی دارید. اون 9 خشت بود، چجوری دو تا سند مالی دارم؟ با 1 خشت فهمید سند مالی دارم، بعد با 9 خشت فهمید من دو تا سند مالی. ببینیم طرف مقابل امروز راجع به شما تو ذهنش چی میگذره و چه انرژیایی رو نسبت بهتون داره. بریم پس ببینیم که چه انرژیایی رو داره. او این یعنی 3 خار میره تو کوچت، یعنی این چیزی که من فهمیدم. خب پشت گردن داره، چیزی که داره بهم نشون میده یه جورایی این طرف مقابل شما به شما پشت کرده. منم از پشت خیلی دوست دارم اتفاقا. یعنی چی پشت کرده اولا؟ اطرافیان سودجو رو داره نشون میده، اشخاصی هستن که میخوان از پشت بهتون خنجر بزنن. رابطه پشت خیلی دوست داره، مثل این که رفیقمون، چون همه چیزاش از پشته. اوه the lovers. واو 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 the lovers. What the fuck. یا این وسط لهجه در کجا اومد؟ یه دونه دیگه میرم میبینم دیگه نمیتونم. سلام به عزیزای دلم، حال دلتون خوب باشه، مرجانم در خدمت. به همون مرجانم نیت تاروت برای انرژی ماه کامل. نیت کن، نیت کن، بسم الله الرحمن. نیت کن، نیت کن، بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزم داری فال میگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. من همینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که مغزتون دود در نیومده باشه و CPUتون داغ نکرده باشه. سیمکشی های مغز من هر چند وقت یه بار این ویدیو رو میبینم همش اتصالی میکنه. امیدوارم از این ویدیو پشماتون ریخته باشه و دیدین که خیلی ها به اینجور چیزا آره اعتقاد دارن و امیدوارم که بالاخره یه جوری درست شه بالاخره همه چی. بعد از دیدن این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما برید ببینید، اگر اونو دیدین برید اینو ببینید. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، دمتون گرم، مرسی که حتم میکنید، عاشق تک تکتونم. امیدوارم تا ویدیو بعدی همینجوری شاد و پر انرژی و خفن بمونید.